تقاضای دور زمان است که بعد گذشت ریزگاران و دوران و ایام فقط نام نیک انسان ها را زنده می دارد. این سرود حافظ شناخته و مردمی جمهوری تاجیکستان دلیر نظرف که تعلق قلم استاد گرامی قدر لایق شیرعلی می باشد، سرود دوست داشته مهربان نظرف بود. با فرزند خیش نیز تاکید می نمود که از تمام ایجادیاتش این سروده بهترین و پسندیده ترین قلب باشد. بله، چنین بود مهربان نظرف، انسانی کامل و سراپا پند، نمونه بهترین در روح فرهنگ دوستی و وطن پروری، پروفسور، صنعتشناس، شخصیت ناتکرار، ارباب سیاسی و دولتی. با افتخار گرامی داشت خدمت های بی‌نظیر این خادم خدمت نشان داده صنعت تاجیکستان در شهر خاروق چورابینی پرمحتوا دایر گردید. این چورابینی در تئاتر موسیقی مسخکوی به نام مهربان نظرف شهر خاروق با اشتراک رهبریت ولایت، اهل ضیا، دوستان و شاگردان و فرزندان این ابرمرد دایر شد. دلیر نظرف یکی از صنعتکاران پسندیده جمهوری تاجیکستان میگوید که امروز او را افتخار بی اندازه فرا گرفته است. افتخار من آن که خلق عزیز من پدرم را دوست می‌دارد. همین افتخار من است. حیات من هم عبارت از این است، از آن محبت و عشقی که خلق دارد به تاریخ خانواده ما، تاریخ پدر ما، همین یگانه فخر است. دیگر نمود فخرها ممکن که شاید که یک صحبت علایده دارند، لیکن امروز این فقط به این جشن دخل دارد. با من سخت معقول شد این بنا، سخت معقول شد که همین تئاتر معلوم است که یعنی در این تئاتر نه فقط سپکتاکل، بسیار چیزا اینجا تشکل داشته میتونند. تو که سانه کلان جاش واسه خودش روشن است، نخ ساخته شده است، از دل و جان ساختگی، با جاش یافتگی. راست گپ من همین رو دینه یکم بار با این بنا در آمدم و قطعا من حیران شدم از روی چی؟ ای خورسندی، از آن روی که من آینده رو دیدم که چخیل در این تالار کنسرت‌های بزیب و سپکتاکلوری نخص میتونم گذاراندن. فرزند دیگر مهربان نظرف، نظر نظرف که نیز فعالیت خیش را در جاده رشد صنعت دوام داده است، قید نمود که والدین او در فضای مهر و محبت و آیله سالم در روحی وطنداری و خداگاهی ملی آنان را تربیه نمودند و در برابر قبلگاه انسان شناس، اینچنین مادر آنان نیز یکی از اولین ژورنالیستان ولایت مختار کوهستان بدخشان که در روزنامه بدخشان سویتی کار نموده است و اولین نطاق رادیوی ولایتی بوده، اینچنین آموزگار مکتب میانه شهر خاروق بوده است. همه این برکت و کامیابی های نصیب گردیده را در محبت پدر و مادر و آیله سالم معنی داد می نمایند. مادر عزیز من نادرم و خدمشوی اولین دکتر رادیوی خاروق بود. همه نویگروی همین رادیو رو البته می خوند و باز کرکتر بود در روزنامه ولایتی بدخشان سویتی کار می کردن. بغیر از این مادر من در مکتب درس می دودن. با بچه های خورسال سواد می موختند، بسیار شاگردو دارند. انا نصیحتی ویو، صحبتوی ویو، هم مادرم، هم پدرم انا برای ما همه وقت می افتند، صحبت می کردند، ما با تربیه می کردند، ما پنج فرزند. از روی مهر و محبت مادرم منم همی خیل شدم، همه ما همی خیل شدم. حتی با دوستان من همه تاثیر کرد خواهی او، از برکتی او، از مهر و محبتش همه چی پای داشت، هم هنگام سرود، هم پدر که ما حقیقتا عشق مادر من با پدر است که من پدرم سخت دوست دارم و من معنای پدرم فهمیدم از روی محبتی وای. درسایی که به ما پدر و مادر دادم ما با آنها زندگی میکنیم. کارای من نشان میتین تا کدام درجه من قدرشان بلند میبرم و هر قدم من، هر کار من، این همه بخشیده است به پدر و مادر من. اولین سپاسگزاری از پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم مولانا درون است که با قرار مخصوص خود تجلیل این جشن را اجازت دادن و همه همون چورابینی‌هایی که بعد دوام شد همش از همین قرار می براید. بعدا حکومت ولایت بدخشان برای من رمزی آن است که ما امروز در همین شهر، در همین تئاتر، در همین مکان همین چورابینی رو می گذارند که
مهربان نظرف فعالیتی اساس بلادی اساسی فعالیتی ایجادی و سیاسی و دولتی خود رو از همین جا سر کرد. Вчора бійний громідошти Мігробон Назаров удар маркази вляти Мухтори Кейстони Бадахшон Шахрі Хорух, Горухи Ташабускорони Джавон Тахті Онвони Равшанділон Баргузор Намуде, номі чора бійніро Йод Йорі Мігробон Онвон Намуденки Басо Рамзімі Бошет. Албата адахадаф, ахдаф бісьор астан, лекі які аз адафлої асосі ва мубрам у каліді ін чора бійні азони боратаскі наслі наврас, наслі джавон, اول رغبت با علم و هنر، ادب و فرهنگ داشته باشند و بینند که چگونه تاریخی پرغنوت دارد جمهوری تاجیکستان و چگونه فرهنگ اصیل و اصیل پرور دارد و چگونه این فرهنگ به درد جامعه می خورد و چگونه آن معرفی جهانیان می گردد و یکی از اربابان سیاسی و فرهنگی که ما معرفی میکنیم امروز البته استاد مهربان نظرف هست که در جاده فرهنگ ارباب دولتی است و در جاده سیاست اون وقته جمهوری سهم ارزنده داشتم. سالهایی که من تحصیل میکردم وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان مهربان نظرف بودم. نه اینکه من تمام مردم کشور، مردم منطقه آسیای مرکزی احساس میکردم که فرهنگ، هنر تاجیکستان چقدر مقام و آبرو و جایگاه دارد. همه این به شرافت همین فرزانه فرزند ملت بود. حتی وزیر فرهنگ اتحاد شوروی هم وقت فورت بود. نسبت به استاد مهربان نظرف اینقدر احترام، اینقدر محبت داشت. من خودم شاهد بودم وقتی که در اون دوران شوروی یک جشنواره را تجلیل میکردن در ورزشگاه مرکزی اون وقتا به نام فرونزه بود یک برنامه هنری تجلیل یافت از تمام اتحاد شوروی بزرگترین هنرمندا شرکت داشتن همه این با کوشش و با ابتکار استاد مهربان نظرف من اونجا برنده بودم من اونجا میدیدم که چه خیلی مثلا نزاکت ممید و از آذربایجان دیگر هنرمندای دیگر کشورها اینقدر به مهربان نظرف با یک چشم احترام با یک محبت خاصه مناسبت میکردن و صحبت میکردن و همینطور فرهنگ و دانش و معرفت استاد مهربان نظرف برای ما جوانان اون زمان بهترین نمونه بود. رئیس ولایت مختار کیستون بدخشان میرزا نبود علیشیر خدابردی در چوربینی برآمد نموده قید داشت که مز با شرافت صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان و زحمت های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان و دستگیری مردم شریف کشور برای مایان میسر گردید که امروز ما بتوانیم چنین چوربینی های مهم و مفید را در سطح بلند تشکیل نماییم. اگر به زندگی نامه خودی نمایان سیاسی دولتی و فرهنگی پروفسور مهربان نظرف نظر افکنیم تمامی زندگی فعالیت مهنتی هستی دانش ملکه و مهارت کسبیشون را آنها صرف رشد دولت و کشور و از جمله فرهنگ غنی ملتمون نمودند و امروز ما چون بیشتر از پیشتر نیاز به معرفی چنین شخصیت ها داریم زیرا انسانیت همین گونه وای دارد خاصیت دارد که همیشه در حالت های مشکل کوشش می نماید که یک نوع رецепت های تیار داشته باشد و شخصانی باشد که به آنها تکیه نمونده تواند من فکر می کنم که برای جوانان و نه تنها برای جوانان برای نسل کلانسال نیزنمون خدمت های از خود گذشتن های و جان نثاری های استاد مهربان و نظر نمونه عالی خدمت به وطن و اجرای رسالت کسبی خود است. چوربینی از قسمت های گوناگون عبارت بوده در نخست قسمت آن نمایش ویدئویی و اندیشه های مردم شاگردان و دوستان مهربان نظرف منظور تماشابینان گردانیده شدند. در آن استادان صنعت تاجیک نیز از روزگار و فعالیت پروفسور صنعت شناس شناخته جمهوری تاجیکستان یکی از چهره های شناخته فرهنگ و مدنیت ملت تاجیک مهربان نظرف برآمد نموده از خدمت های شایسته تحسین این ارباب دولتی و سیاسی نقل ها نمودند. از خورسندی دکتر من این روز اکرد سید جان با همسرش رسیده میاد من
در قسمت دیگری چوربینی پرچه‌ها از نمایشنامه‌های به قلم استاد تعلق داشته پیشکش گردیدند. برای اهل تالور پرچه‌ها از نمایشنامه‌های حلاکت آدم، دست دوست، لحظه‌ها از حیات و فعالیت استاد منظور کرده شدند. گرچند که این برنامه باید در شهر دوشنبه برگزار می‌گردید، ولی باز تصمیم گرفتند و با اجازه و سپرش وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان گفتن سراول باید در شهر خوروغ، چون تئاتر درامی موسیقی شهر ولایت به نام خود استاد که هستند، ما اول در اینجا برگزار می نماییم این نمایش را و بعدا در شهر دوشنبه در تئاتر اکادمی لاهوتی این برنامه در شکل کشادتر و وسیع‌تر برگزار می گردد. یعنی متریال های خیلی خوب ما پیدا کردیم و قسمت اول عبارت است از قسمت ویدیویی درباره استاد، درباره فعالیت او، درباره اون وقتایی که وزیر فرهنگ بودند و اون وقتایی که همکاری ها در افغانستان بود. همزمان در چوربینی کتاب تحت عنوان یاد یار مهربان که در اون دراماها و پیسه های استاد جمع آورده شدند معرفی گردیدند. بسیار آرخیو بوی رو به دست آوردیم و از اونجا پیسه هاش رو جدا کردیم. اون پیسه هایی که سال های پیش چاپ شدن، سال 1990 مجموعی پیسه هاش با نام آرزو عبارت از 3 پیسه، حلاکت عادت، دست دوست و آرزو به چاپ رسیده بود با تیراژ 2000. این کتاب به تیزی به فروش رفت و کمیاب شد. خلاصه کردیم که ما درامای استاد رو جمع میکنیم و تا حد امکان کوشش میکنیم که همش رو در یک کتاب گرد آوریم و همین خیلی هم شد. از بایگانی استاد ما پیسه آرزوی شادی رو یافتیم که سالهای 49-51 وقتی که در شهر خوروغ کار میکرد در وظیفه سرداری ریاست فرهنگی ولایت همین پیسه رو مینویسد. در برابر ما دیگر پیسه های استاد رو یافتیم، حلاکت عادت رو یافتیم که به زبان روسی ترجمه شده در ترجمه اولماس جمال و نهایت کار یک کتاب مرتب شد که پیسه های آرزو، دست دوست، حلاکت عادت، نیرنگ شو، نیرنگ شاخ، روکا دروگا، عادت حلاکتی، یعنی که به زبانهای روسی و تاجیکی و ازبکی دربار میگیرد. من کتابی که من به تماشا بینا نشان میتم دربار میگیرد و کتاب با صفت بلند در نشریات ایرگراف با تعداد 500 نسخه به چاپ برآمد. با اخلاص بی پایان چوربینی گرامی داشت خاطره نیک فرزانه فرزند کشور مهربان نظرف با تهیه برنامه رنگین کنسرتی ادامه یافت. در انتهای آن جگربند استاد مهربان نظرف دلیر نظرف سرودهای خش را برای اهل جمع آمدگان اهدا نمود.